کتاب حماسه ستارخان. امین که این مشاجره را می شنید با آهنگی مهرآمیز خندید و گفت: کودکان معصوم و بینوا، بریختشان نگاه کن، به گربه هایی می مانند که خامه ترش لیسیدند. اگر کسی حرفای اینها را گوش دهد می گوید اینها برند که به شکل بچه در آمد. کلثوم به پشتیبانی نوه هایش گفت: میگویند اگر کدبان و ایمال دیگران را از خود بداند گناه بزرگی مرتکب شده، اما گناه بزرگتر برای پدر و مادران است که کودکانشان به آنها نمانند. شما از این بچه ها چه میخواهید؟ شما هم مانند اینها بوده اید. مردها خندیدند و گذشتند و وارد اتاقی شدند که کف آن را قالی گسترده ای و پیرامون آن را 6 صندلی گذاشته بودند. همه نسبتاً خاموش بودند و باقر سیگاری از شیب بیرون آورد و به چوب سیگار کهربایی زد و سرگرم کشیدن شد. اما ستار آرنجش را به میز تکیه داده و به اندیشه فرو رفت. وی درباره زندگی آینده اش و درباره نرگس می اندیشید. نخستین بار هنگامی که اسپا را برای آب دادن به آبش خور می برد و نرگس هنوز کوچک بود او را دید. در آن وقت این دختر زیبا از هر دختر دیگری به نظرش آمد و بعدها هر زمان به او برمیخورد زیباتر و دلرباترش میافت. هنگام گذار از در این خانه آشنا اسبش را نگاه می‌داشت و سپس دستش را روی گوشش می‌گذاشت و با صدای بلند آواز می‌خواند. نرگس دختر یکی از باغداران خرد بود که پدرش جز باقی کوچک دارایی دیگری نداشت. پشت باغ نهر آبی بود که ستار و باقر اسبها را برای آب دادن و شستن آنجا می بردن و در همانجا بود که با نرگس از نزدیک آشنا شدند. در سالهای آخر دیدار در کنار آبشخور برای این جوانان مقدور نبود و ستار هم به کار دیگری سرگرم شد و کمتر همراه اسبها به آبشخور می رفت. پس از جدایی طولانی نخستین دیدار آنها در مزار امامزاده سید حمزه روی داد. از این اماکن مانند همه امامزاده های دیگر زائران بیشتری زیارت می کردند و هر شب جمعه در آنجا روزه می خواندند و دعا می کردند. مراسم مذهبی دیگری را بر جای می آوردند و شبهای جمعه زنان و دختران بیشماری با چادرهای سیاه برای دعاخوانی و زیارت به این امامزاده می رفتند. پشت سر زنان تعدادی مرد میانسال و جوان با عباهای قهوه‌ای یا زرد رنگ دیده می شدند. مردم در اینجا نه تنها به منظور عبادت بلکه برای دیدار و گفتگو و کسب اطلاعات و اخبار گرده هم می آمدند. باقر فعال ستار را با زور برای زیارت به امامزاده سید حمزه کشاند و به او اطمینان داد که دلخواه خودش را در آنجا خواهد دید. اینان به آسانی از پل سیاه گذشتند و از میان جمعیت در بازار عبور کردند، اما پیش از آن که وارد مزار شوند کمی برآشفتند. آنها به اندازه کافی پول در دستمالهای گسترده درویش‌ها و گداهای سر راه پخش کردند، اما نتوانستند از میان صف سیدها که به ردیف پهلوی در درونی مزار ایستاده بودند بگذرند. یکی از این سیدها که بلند بالا بود و از این رو نمایان‌تر به چشم می‌خورد جلوی این جوانان را با شکم گنده اش گرفت و با صدای کلفتش داد زد و گفت: بی شرفا فشار ندهید، مگر نمی بینید جلویتان جا نیست؟ با این فشار دادنتان ممکن است ناخودآگاه مرتکب گناه بزرگی شوید.
ستار میخواست اعتراض کند و بگوید آخر در صف زنان هم که مردها فراوانن، آیا با اجازه خودشان به آنجا راه یافته ان یا میخواهند دنبال زنان بیرون بروند؟ اما باقر دستش را گرفت و کنار کشید و گفت با اینها جر و بحث نکن. سپس از جیبش یه تک قرانی نقره بیرون آورد و کف دست سید گذاشت و گفت آقای محترم، خواهش میکنم دعایی برای بستگان ما بخوانید. سید سکران نزدیک چشمش برد تا از تقلب نبودن آن مطمئن شود. آنگاه با آمادگی جواب داد خواهش میکنم آقایان جوان، بفرمایید به مزار نزدیک شوید. و کنار رفت به ستار و باقی راه داد تا جلو بروند. سید رویش را به سوی مزار گرداند و گویی که در دل دعا میخواند. جوانان با مردم در هم آمیختند. باقر در جستجوی نرگس میخواست از مزار بگذرد، اما ستار به گونه دیگری رفتار کرد و او نزدیک در ایستاد و با کنجکاوی به زنانی که بیرون میرفتند نگاه میکرد. او میکوشید از چادر و طرز لباس پوشیدن و اندام نرگس را پیدا کند. نگاه تیزبینش مانند قرقی به سوی زنی متوجه شد. معشوقه اش تقریبا همان نزدیک ایستاده بود. او خود را پشت دعاخوان پنهان کرد و کمی گوشه ی روبند خود را کنار زد. نرگس در این هنگام در این حال که بسیار می ترسید نگاهی شیطنت‌آمیز به ستار انداخت. در آن لحظه کم مانده بود که به او بگوید ای جوان، آن ضرب المثل فارسی را فراموش کرده ای که می گوید آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم. سرانجام این گونه این دو دل باخته یکدیگر را دیدند. از این پس میان نرگس و ستار چه روی داد ما در این باره چیز تازه این نمی گوییم. باید به یاد داشته باشیم که زندگی دختران مانند زندگی هر انسانی به کتابی می ماند که به مرور زمان ورق می خورد. روزی می رسد که صفحه عشق باز می شود و این عشق نخست بی زبان است و فقط عشاق از راه نگاه با هم راز و نیاز می کنند. اما قلبشان به سختی می تپد و در لحظه ویژه این نخستین کلمه میان عشاق رد و بدل می شود و برای ستار و نرگس این لحظه شیرین در مزار سید حمزه پیش آمد. ستار وجب به وجب خود را به نرگس نزدیک کرد و نرگس در زیر چادر سر تا پا می لرزید. آخر از زمانی که بالغ شده بود جرأت گفتگویی با هیچ مردی حتی بستگان نزدیکش را پیدا نمی کرد. همکنون او نجوای ستار را می شنید و خودش جواب می داد. اگر شراره جاویدان عشق در درونش زبانه نمی کشید بیگمان توان آن را نداشت که سر پا به ایستد و از زور جوش و هراس به زمین می افتد. اما عشق وی را یاری می کرد و به او توان می داد تا واژه های لازم را در جواب ستار به زبان آورد. در این لحظه این دو دل داده با هم سوگند یاد کردند که در عشقشان وفادار بمانند و حتی سالها صبر کنند تا سرنوشت آنها را به هم برساند. خوشبختانه وضع به گونه ای پیش آمد که بهتر از آن نمی شد و این انتظار دیری نپایید. در ظرف دو روز ترتیب کار داده شد و همه اوضاع گویای آن بود که پیمان این دو دل داده به زودی جامعه عمل خواهد پوشید. خوشبختی در انتظار هر دو بود، اما خوشبختی برای اینها به چه معنی بود؟ آیا ستار می توانست همان گونه که قرار گذاشته بود نرگس را خوشبخت کند و این موضوع ستار را به اندیشه وامی داشت؟ باقر همان گونه که سیگار می کشید و حلقه های دود را از دهانش بیرون می فرستاد برای نخستین بار خاموشی را شکست و رو به ستار کرد و گفت چه فکری را در سر می پرورانی؟ چقدر فکر می کنی؟ ستار که کوشش می کرد لبخندی بزند گفت موضوع این اندازه ها هم ساده نیست. باقر گفت گاهی موضوع های بسیار ساده ممکن است سردرگم کننده باشد، چه چیزی به نظرت پیچیده؟ ستار با دودلی اعتراف کرد و گفت مثلا ازدواج، من فکر می کنم جوری کنم که شرایط عقد آسان و برای ما پذیرا باشد. باقر گفت این که مسئله ای نیست، به ویژه با دختری که تو می خواهی ازدواج کنی اگر جای من بودی. ستار در حالی که از این موضوع چیزی سر در نیاورد پرسید چه موضوع؟ باقر گفت
اماکنون برایت شرح می دهم، تو خودت همسرت را برگزیدی، با او گفتگو کردی، او را دیدی، فرصت یافتی که به او اظهار عشق کنی. خب به یاد آور وضع من چگونه بوده. من خودم حتی در عالم رویا چیزی درباره ازدواجم نمی دانستم. ناگهان بستگانم مرا آگاه کردند که برایم نامزدی پیدا کردند. من به طوری که می گویند با چشم بسته در دریایی غوطه ور شدم که برایم نان و نمک و ماهی آورده بودند. برای من عروسی آوردند که فقط کور و کچل نبود. مهمانان داماد همه با صدای بلند خندیدند. ستار چهره جدی به خود گرفت و گفت: من وقتی که گفتم برای من و حتی برای شما باقر ازدواج گام ساده ای در زندگی نیست، منظور دیگری داشتم. باقر گفت: چطور از آدم اصلا ازدواج نکند؟ ستار گفت: نمیدانم، شاید این هم بهتر باشد. باقر دستش را تکان داد و گفت: در این صورت بهتر از آدم به بیرون ها سر زند. ستار گفت: و راستی مرد از آزادی محروم می شود، خانواده دست آدم را می بندد. باقر با لحن اعتراض‌آمیزی گفت: آی 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 آی، اگر آدم با زن خوب ازدواج کند به هیچ وجه آزادیش را از دست نمی دهد. اما درباره زنجیر که تو این همه از آن می ترسی، من شخصا مخالف نیستم. زن دلخواه بیشتر آدم را به زندگی دلبسته می کند. و برادر تو درباره چی دو دلی؟ تو را که گول نزده و مانند پرنده ای به دام نینداخته، ات تو چشم بسته که به این راه نرفته ای تا گمراه شوی. ستار گفت: ای باقر، چطور نمی فهمی؟ هنوز نرگس وارد خانه من نشده. اگرچه همکنون او را از جان و دل دوست دارم، از دو دلی رنج می برم. چرا اینجوری؟ ستار لحظه ای به فکر فرو رفت و دو مرتبه ادامه داد: خوب بیندیش، خودت معتقد می شوی که زندگی خانوادگی برای آدم آسودگی درست نمی کند. آخر ما خود را در برابر نسل گذشته نواندیش می پنداریم. ما در زندگی من پیکار در پیش داریم. ممکن است چنین پیش آید که به کوه بزنیم و سرنوشت تبعیدیان را پیدا کنیم. دولت ما را راهزن می شمارد و من این پندار را چگونه بزن جوانم که در چهار دیواری خانه ای بزرگ شده و پرورش یافته و جز پدر و مادرش کسی را ندیده است بفهمانم. باقر با افسوس اخم کرد و گفت: چرا از این پیش درباره این چیزها میاندیشی؟ هر چه پیش آید خوش آید. ما از تصمیم خود بر نمیگردیم، ضمناً از سرنوشت هم نمیتوانیم روی برتابیم. ستار کمی در اتاق گردش کرد و سپس سرش را به پایین تکان داد و گفت: بسیار خوب، وقت برای اندیشیدن و گفتگو کردن داریم. امیدوارم هر چه پیش آید خوش آید. بامداد فردا در خانه جنب و جوش و گیرودار پیوسته ای به چشمی خورد و از دودکش اجاق و لوله های کلفت سماورها چنان دودی بلند می شد که به نظر می آمد کشتی بخاری در حرکت است. دود که به پشت بام می رسید پهن می شد و سپس موج بعدی ستون دود به هوا بر می خواست. همکنون آن حمزه علی آشنای ما لباس نو به تن داشت و آرخلقی سبز رنگ و کوتاه با شلواری پر رنگ پوشیده بود. برای اینکه لباس‌های انعامیش آلوده نشوند، پیشبندی قرمز با گل‌های آبی به بزرگی نلبکی به خود بسته بود. حمزه علی بیش از همه کار می‌کرد، این سو و آن سو می‌دوید، ظرف‌های خوراکی را می‌آورد. از پیش آمدن چنین روزی را بسیار خرسند می‌دانست و به خود می‌بالید. کلسوم و دخترش و همسایه هایشان فعالانه برای آماده شدن خانه جهت پذیرایی از میهمانان شب در تک هاپو بودند. چراغ ها را پر از نفت و شیشه هایشان را پاک می کردند و هر چیزی را از گلدان گرفته تا ظروف دیگر به جای خود می گذاشتند. روی حیات زیر درخت توت برای سفیدی سرش را بالا نگاه داشته بود و به گونه گله آمیزی بعبع می کرد. آن را با گل‌های کاغذی و پارچه‌های زرق و برق‌دار رنگارنگی آراسته بودند. در جشن‌های عروسی بنابر سنت نقش مهمی به عهده سلمانی است که دعوت می‌شد و وی وظایف گوناگون دارد. در واقع همراه داماد به حمام می‌رود، لوازم آشپزخانه را آماده می‌کند، سفارشات جزئی را انجام می‌دهد.
سلمانی کوتاه قد با ریش اصلاح نشده ای که به دم خروس میمانست و با حنا رنگ شده بود از این سو به آن سو میدوید. نسبت به صرف جویی مصرف خوراک ها سفارش میکرد و کیسه های توتون چپق را پر میکرد و آب درون قلیان ها میریخ و حیات را آب پاشی میکرد. هنگام عصر او بایستی توی سینی ای که از سوی عروس پیشکش شده بود شمع بزند، آنها را روشن کند، به استقبال مهمانان بشتابد و با صدای بلند خوش آمد بگوید، با حاضران شوخی و دلقک بازی کند. ستار و باقر با گروهی از جوانان در اتاق جداگانه ای که آن سوی حیات قرار داشت گرده هم آمده بودند. بعضی تخته نرد بازی می کردند و برخی تنها به تماشا می پرداختند و شش مرد دو دسته شدند و بازی اوزیک اوزیک راه انداختند. در گوشه دیگر اتاق مردی لاغرندام با دندانهای قهوه ای رنگ که گویا زنگ زده بودند یک زانو نشسته بود. وی سرش را روی شانه اش خم کرده و تاری به سینه خود می فشرد. به آرامی آهنگی می نواخت و به نظر می رسید که کلاه پوستی سیاهش روی گردنش که به گلابی می ماند سنگینی می کند و ناگزیر سر نوازنده را روی شانه اش می اندازد. در کنار وی مردی که از باریکی و لاغری به قلمدان می مانست و دفی را به دست داشته بود نشسته بود. دف را تا نزدیک چانه اش نگاه می داشت و گهگاهی آن را تا جلوی چهره اش بالا می برد و با صدای بلند آواز می خواند. جوانان حاضر او را تشویق می کردند و با گفتن به به آوازش را می ستودند. همکنون سلمانی فانوسی را که جلوی دراویزان بود روشن کرد. میهمانان یکی پس از دیگری وارد شدند و آنان که جوانتر بودند به اتاق داماد می رفتند. اشخاص میانسال، روحانیون و چهره‌های محترم دیگر در اتاق بزرگ جای گرفتند و در اتاق بزرگ هر کس در خور سن و موقعیتش به جای خود می‌نشست. هنگامی که ملا یا آدم محترم دیگری وارد می‌شد، همه به پا می‌خواستند و تا آن شخص در جای خود قرار نمی‌گرفت، نمی‌نشستند. هنگامی که این مهمان محترم می نشست، به همه با سر تعارف و با بعضی احوال پرسی می کرد و به احترامشان سپاس می گذاشت. آفتابه لگن برای شستن دست آوردن و سفره را چیدن و غذا صرف شد. جوانان با گفتن یالله یالله اتاق داماد را ترک کردند و اینان بایستی به خانه عروس بروند و پیشکش های عروس را بیاورند. جوانان با شمهای فروزان به سوی حیات رفتند و پس از چند ساعتی دوباره با سر و صدای شادی بازگشتند. این جوانان در حالی که پیشکش‌ها را روی سینی حمل می‌کردند، در آستانه در ایستادند و تا پاداش مناسب از امین نمی‌گرفتند، به درون نیامدند. روی یکی از این سینی‌ها لباس دوخته نو برای داماد بود و روی سینی دیگر شیرینی چیده شده و این شیرینی‌ها را در کاغذ‌های رنگی پیچیده بودند. پیشکش‌ها را جلوی مهمانان سالخورده و محترم گذاشتند و یکی که از همه محترم‌تر بود دستور داد که داماد را بیاورند. سلمانی مانند کسی که هزار تومان برای بردن چنین پیامی گرفته باشد، با شتاب بیمانندی خود را به انتهای حیات رساند و پیام را به ستار اعلام داشت. ستار چندان علاقه ای نداشت که خود را با این مراسم درگیر کند، اما چاره ای نبود، بایستی سنت های مردم را رعایت کرد. وی را به اتاق همگانی وارد کردند و روی صندلی نشاندنش و سینی های پیشکشی را کناری گذاشتند. دو پسر بچه در راست و چپ او ایستادند و در این هنگام نگاه مهمانان به سوی ستار متوجه شد. اما وی نشسته بود و چشمش را روی قالی گسترده بر نمی داشت. در موقعیت احمقانه ای قرار گرفت، اما چیزی نگفت. عرق از پیشانیش روان شد. همکنون ظاهراً در انتظار آن بود که این مراسم هرچه زودتر پایان بیابد. سلمانی دو عدد شمع از سینی برداشت و آنها را به پسر بچه ها سپرد و گفت: دنیای کتاب سود.